خب من اومدم اینجا چیکار کردم؟ این وب XML HTTP request رو گذاشتم، میتونستم بذارم get XML HTTP request و آوردمش تو get استفاده کردم. برای پستش چی؟ برای پستش هم من میام، من فقط اینو برمیدارم، این کنترل X میزنم، نه اینو برمیدارم، بقیه رو پاک میکنم. خب اما از صفر بنویسیم دیگه، این گتش درسته تا اینجا. بیایم یه ذره تو این تابه تو این تابه که هستیم یه ذره دستکاری بکنیم به نظرتون. بیایم بگیم تو یه متد داریم، ورودی یه متد دیگه درسته، و یه URL داریم و دیتا هم داریم. متد رو بدیم به کی؟ بدیم به این URL، بدیم به کی؟ بدیم به این. خب جیسون اوکی، بیاد اینجا کار انجام بده و در نهایت هم به این صورت. خب من میام اینجا الان این یه متد بهش بدیم به نام get و URLش هم پاک کردم. یه دقیقه بریم URLش رو درست کنیم، URLش این و یه کنترل C کنترل اینجا میام میذارم و این هم URLش. خب دیتاش خوب بعد الان مشخص کنم نرمشتم بعد بزنم الان باید کار کنه. بزنم کار کرد، میبینید آب خوردن کار کرد. این که کار خاصی نکردم، این که یه تابه بود، اومدم این رو تابهش کردم به جای اینکه این همه خودم اذیت بکنم. ولی نکته چی بود؟ نکته این بود که اگر شما میاید اینجا میگیم اگه دیتا داشته باشی، دیتا اگه توش پر باشه، آبجکت دیگه دیتا اگر پر بود، اولین کاری که میکنی xhttp.setRequest اسمش چی بود؟ content type application json درسته؟ آقا وقتی که این دیتای پر باشه میاد اینجا تو این ایفه، اینا که همه بین هر جفتشون مشترکه، این که توی پست مشترکه، تو این هم مشترکه توی پست، این هم مشترکه توی پست. دیتا توی گت و پست فرق میکنه، اگه گت باشه خب من دیتا ندارم، اگه پست باشه خب دیتا دارم. یعنی الان شما توی این گت ببینی، الان توی این گت مگه شما دیتا فرستادی؟ نه. خب الان من اومدم اینجا و دیتا فرض میکنم پسته، اینجا میگم یه دونه هدر رو در واقع ست کن. حالا XML در واقع ریسپانس، اینم ارور. فقط یه کار دیگه باید بکنید اینجا جیسون دات استرینگ فای دیتا دیگه درسته. اگر این دیتا نال باشه که اصلا هیچی، یعنی هیچ تأثیر رو سن نداره، اگر داشته باشه که میفرست. اوکی پس همین، همه آب خوردن، فقط باید شما این دیتا رو میذاشت، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. میای اینجا میای میگی که web XML HTTP request متدش چیه؟ post URLش هم اینه و اینم که دیتا. دیتا رو میتونی اینجوری بذاری، من توصیه نمی کنم دیتا رو به این شکل بذار. یوزر، من یه سری بچه ها رو بینم این شکلی مینویسم، مثلا یوزر 100 آیدی 110 به عمد تایتل هلو ورد و بادی هم هلو ورد. به کی میدم؟ دیتا رو میدم به ایشون. خب حالا بریم ببینیم گت و پست رو اجرا میکنه یا خیر. گت که تست کردم شد پست چی؟ شد ولی نشون نداد. چرا؟ هر کی گفت دن نذاشته، پرامیسه دیگه، رس کنسولات لاک درسته؟ رس و کچش رو هم میذارید ارور کنسول.لاگ ارور.
میام اینجا get a post. ببین یوزر 101 هلو ورد هلو ورد. درسته؟ آره 101 میده. من 101 هم دادم برای خودش از 101. این هم حالتی که اومدیم اینجا به چه صورت نوشتیم؟ پرامیس. حالا فهمید پرامیس رو به چه دردی میخوره بچه هم فهم. قبلی هم اوکی ها پرامیس هم بالاخره باید بلد باشید که پرامیس توی نود و ریاکت از پرامیس استفاده میکنه. من آینده رو دارم میبینم دیگه، وقت شما بالاخره میخواید ریاکت هم کار کنید یا نود هم کار کنید.